محمد رامی مارتینی وزیر گردشگری سوریه طی اظهاراتی گفت ما در همکاری با برادران خود در سازمان حج زیارت ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم به در ادامه افزود هدف ما در گام اولین ورود یک صد هزار زائر ایرانی به سوریه است همه خدمات را در مراکز مرزی و فرودگاهی به زائران ایرانی ارائه می دهیم و حتی اگر زائران به صورت زمینی نیز به سوریه سفر کنند با آنها خدمات و تسهیلات ارائه می دهیم وزیر گردشگری سوریه در پاسخ به اینکه برنامه های توسعی بین دو کشور چیست گفت البته برنامه های بین دو کشور برای توسعه روابط داریم گفتنی است سفرهای زیارتی و کاروانی ایرانی ها به سوریه از سال 1390 پس از شروع جنگ در این کشور متوقف شده بود و پس از فروکش شدن آتش جنگ و بازگشت نسبی امنیت به سوریه در سال 1398 تعداد محدودی از دفاتر زیارتی سفرهای زائران را به صورت محدود و برای مختعی کوتاه از سر گرفتند. اما با همهگیری کرونا این سفرها دوباره متوقف شده بود که پس از پایان کرونا سفرهای زیارتی از ایران و سایر کشورها به سوریه دوباره آغاز و در حال رونق گرفتن است.